دوستان توی این جلسه میخوام درباره تشکر و عذرخواهی کردن دقت کنید و بررسیش کنید. حالا different ways to say thank you. ببینید حالا رایج‌ترین و متداول‌ترین عبارت thanks است. خب که مثلا من بعد از مثلا قرض گرفتن یه مدادی یه چیزی از یه دوستی میگم thanks. حالا ببینید thanks a lot has, thanks a ton has, thanks a million هم هست که اگر اون شدت تشکر بیشتر بشه از این سه تا عبارت استفاده کنید. Thanks a lot, thanks a ton, and thanks a million. حالا thank you very much. حالا این عبارت رو که استفاده میکنید وقتی که اون طرف مقابل برای شما خیلی احترام قائله و شما هم میشونید و یا فرد مقابل چیه؟ یه فرد مسنی باشه. اوکی؟ thank you very much. I can't thank you enough. فرض کنید که یکی مثلا نجات داده، مثلا شما رو از یه موقعیت فردا امتحان داری اومده و شما رو از این مهلکه مثلا بهتون داد داده و فردا شما یه نمره خوبی گرفتید. این قسمت شما میگه I can't thank you enough، یعنی اونجوری که باید نمیتونم از تون تشکر کنم، نمیتونم تو فاصله نمیدونم با چه زبونی باید تشکر کنم. یا مثلا یه دکتری جون یه نفر رو نجات داده، میگه I can't thank you enough، یعنی اونجوری که باید یا اونجوری که باید شاید نمیتونه. یا میگی چی؟ میگی چی؟ میگی که نمیدونم با چه زبونی تشکر کنم. عبارت بعدی I truly grateful. ببینید توی موقعیت خیلی خیلی بدی هستی، مثلا شما به پول نیاز دارید، پول خیلی خیلی گنده، هیچ کسی نیست، به یه دوستی رو میزنید و اون پول رو به شما میده، قرض میده، شما میگه truly grateful، grateful این سپاسگزار، truly grateful این حقیقتا یا واقعا سپاسگزار. عبارت بعدی I'm obliged. Obliged. I'm obliged. این عبارت خیلی خیلی رسمی، یعنی شما همون thank you هست باید تو موقعیت های خیلی رسمی. I'm obliged. I'm obliged. عبارت بعدی I appreciate. یعنی سپاسگزارم. I appreciate your help. I appreciate your time. بعدش یه noun میذارم. از اون به خاطر کمکتون سپاسگزارم. به خاطر اون وقتتون سپاسگزارم. بیایم حالا چجوری من پاسخ بدم. ببینید دوستان You're welcome. خواهش میکنم. It was my pleasure. باعث خوشحالی بود یا not at all. یعنی چیز خاصی، یعنی چیز مشکلی. حالا اون sorry ها رو میگیم. ببینید وقتی که مثلا میخوام sorry، یه چیزی هست که توی خیابان مثلا به یکی میزنی sorry، یعنی ناخواسته به یکی میخوری میگی sorry. حالا اگر تو خیابون اون یا مثلا اون مشکلی که پیش اومده میگم I'm sorry. حالا اگر بخوام شدت ببخشم از یه عبارت استفاده کنم I'm so sorry. I'm incredibly sorry. Incredibly یعنی غیر قابل چیزه. Incredible یعنی وای، یعنی چیزی که غیر قابل وصفه. Incredibly. I'm terribly sorry یعنی واقعا متاسفم. یا I'm really sorry یعنی واقعا متاسفم. همه این ها اومده اون شدت رو چکار کرده؟ افزایش داده. عبارت بلی Please forgive me. یه کاری کرده مثلا یه دختری به پسری خیانت کرده، اینجا میگه Please forgive me، منم ببخش. این زمانی که شما داری تضرع میکنی یا التماس میکنی برای اون موقعیت میگه Please forgive me. یا میگه Excuse me. Excuse me هم دقیقا همون عبارت ببخشیده. اما ببینید مثلا یه زمانی یه طرف مقابل شما یه جایی بسته شما نمیگه، میگه Excuse me. تو فارسی میگیم ببخشید، یعنی چی ببخشید؟ یعنی اون کنار برید کنار. یا این که بعض وقتا تو جمع من میخوام صحبت کنم شما دارید صحبت میگید میگید ببخشید دوستان حضار، باز اکسکیوز می رو اینجا استفاده میکنم. عبارت پادمی هم همینه، مثلا شما دارید صحبت میکنید میگید پادمی ببخشید، پادمی بات ببخشید، اما اون طرف رو میخواد قطع کنه، هر طرف رو قطع کنه. پادمی یا بعض وقتا میگی مثلا پادمی رو بعض وقتا استفاده میکنی، شما یه چیزی میگی نمیفهمی میگی پادمی ببخشید، یعنی از طرف میخواد که دوباره کلیر یا رید اگین کنه، بله دوباره بخواد. I owe you an apology. وقتی که واقعا شدت اون تعصب خیلی بالا باشه در حدی خرابکاری، مثلا فکر کن دوستی رو من
گرفتم، یه چیزی رو ازش قرض گرفتم، میگه ای آین اپلوجی، یعنی از به شما یه آپوزش بدهکارم. اوکی؟ یا میگه I'd like to apologize، یعنی مایلم که پوزش بطلب. پس اپلوجی بچه ها تلفظ اپلوجی اپلوجایز اینو، پس I owe you an apology رو زمانی استفاده میکنم خیلی شدت تأثیر بالا باشه. حالا I sincerely apologize for what happened. ببینید توی موقع خیلی خیلی رسمی است، خیلی میگه عمیقاً به خاطر اون چیزی که اتفاق افتاده متاسفم. I sincerely apologize for what happened. یا میگه I take full responsibility for my behavior، یعنی این مسئولیت کرده خود رو یا مسئولیت اون چی که انجام در رو میپذیرم. I take full responsibility، یعنی مسئولیت پذیرفتن for what، for my behavior یا for what happened اونجایی. بس این خیلی خیلی رسمی تو موقعیت های اداری. بعدی وقتی که شما گیر میکنید از یه عبارت استفاده کنید، میگی sorry I'm late، ببخشید که دیگه sorry for being late، به خاطر تاخیر بود. یا میگی sorry for keeping you waiting، sorry for you keeping you waiting. آره آفره از این که منتظر موندیم پوزش میتونم یاری. یا میگی whoops whoops، یا oops هم میگیم oops. او یا میگی، یا اینو زمانی که مثلا میگیم خودمون میگیم وقت، یا میگی وای دیدیم خودمون میگیم وای، اونا میگه اوپس یا مای بد. مای بد، مای بد یعنی که بدی یا اون کوتاهی از من. حالا فریز فور هیرینگ بد نیست، شما من میشنوم که شما یکی از اقوامتون رو از دست میدید. وقتی شما رو میشنوم احساس تأسف میخوام، ابراز تأسف میخوام، میگه I'm sorry to hear that، یعنی از دیدنش متأسف شدم، از شنیدنش متأسف شدم. یا میگه I'm sorry for your loss. لاس یعنی نقصان، یعنی چیزی که فقدانه، یعنی چیزی که از این که شما کسی رو از دست میدین لاس در نظر میگیرید، میگه به خاطر این چیزی که شما از دست دادین به اون، به خاطر اون فقدان چیزتون من واقعا متاسفم. ببینید حالا I'm truly grateful، ببینید حالا چجوری جواب بدیم. اوکی okay. هی حالا برای جواب دادن هم how to response. خب میگیم never mind یعنی مشکلی نداره. no problem یعنی مشکلی. یا میگی don't mention it حرفش هم نزد، یا چیزی نگو، یا حرفش هم نزد، don't mention it. یا میتونی بگی که these things happens، یعنی یه چیزا رخ میده، یه چیز عادیه. یا میگیم it happens، یعنی پیش میاد. یا میگیم take it easy یعنی بی خیال. یا میگیم forget it. اوکی پس اینا پاسخهایی که ما میتونیم به ریسپانس یا پاسخ طرف پاسخ بدیم که طرف متقاعد بشه. من باید این رو بگم، پس این رو یاد گرفتم برای چی؟ پاسخ دادن. پس من تشکر یاد گرفتم، پاسخشم یاد گرفتم، عذرخواهی کردن، ابراز تأسف و پاسخ دادن، اینا رو همش یاد گرفتم که حالا انشالله بعد کلیپ رو بهتون